با سلام و احترام خدمت هم شما دوستان عزیز خیلی خوش اومدید به این ویدیو من محمد جشنانی هستم با یک آموزش کاربردی دیگه اون سری در نرم افزار و تو این آموزش میخوایم در مورد خروجی گرفتن و یک سبک از خروجی گرفتن یک توضیح کوتاه و مختصر بدم که خیلی امر مهمیه زمانی که شما میخواید یک فایل با تمام جزئیاتش برای یک فرد دیگه بفرستید یا یک فرد دیگه که حالا داخل دیزاینش یه سری مشکلات به وجود اومده براش و نمیتونه اونو حلش کنه میخواد تمام جزئیات کارش رو برای شما خروجی بگیره و بفرسته اما این جزئیات با این جزئیات فرق داره این چیزی که من الان میخوام بگم با اون چیزی که شاید شما تو ذهنتون باشه ببینید دوستان اگر شما بخواید فقط این شماتیک رو یعنی بدون اینکه بتونید تکستاشو ادیت کنید بدون اینکه بتونید روی استروک پس ها دسترسی داشته باشید بدون اینکه بتونید رنگ بکراند رو عوض کنید و دونه به این این هایی که اینجا هستش رو روی دیتیبل بتونید تحریه کنید خب میایید خروجی از قسمت مثلا فایل سیو از میتونید فایل رو ای آی سیف کنید یا مثلا پی دی اف بگیرید یا خروجی از قسمت فایل اکسپورت میتونید مثلا خروجی پی اس دی یا هر چیزی که دوست داشتید بگیرید اما خیلی از چیزاتون خیلی از اطلاعاتتون میپره و البته نمیتونید اصلا فایل رو به صورت لینک حفظ کنید مثلا لینک منظورم چیه یک فایل رستری که داخل نرم افزار فتوشاپ باز شده من وارد حالا این کار کردم که جلوتر باش کار داریم فعلا خاموشش میکنم و در مورد لینک هم حتما یک آموزش دیگه ضبط میکنم و توضیح میدم که کاربردش چقدر خوبه که شما زمانی که دارید با فتوشاپ و ایلیستریتور کار میکنید و بین این دوتا نرم افزار سویش میکنید دقیقا مثل کار با نرم افزار پریمیر و افتر فکس کنار همه که قدرت کار شما رو چند برابر میکنه و شما میتونید یکی از کارتون رو رستر استفاده کنید و یکی از کارتون رو وکتور استفاده کنید خب ماهیتی که میگم چیه بچه ها اینکه حفظ بشه و این فایل رو بتونیم برای شخص دیگه بفرستیم منظورم اینه که این تکس ها من بتونم این تکس ها مثلا تغییرش بدم بتونم اینکه اصلا این خود این فونت رو داشته باشم اینکه من بخوام این فونت رو از قسمت ویندوز برم فونت های ویندوز رو نگاه کنم کپی کنم ببینم چیه پوشه براش درست کنم ررش کنم بفرستم برای مشتری کار احمقانه ایه. ما میخوایم یه کاری کنیم که تمام این جزئیاتی که داریم این رنگی که داریم این گرافیک شیپ هایی که داخل کارمون هستش این افکس هایی که به تکست ها دادیم همه ی اینا حفظ بشه حتی استروک هایی که به کار دادیم ماهیت پوینت اون تکست هم حفظ بشه و به هم نریزه برای این کار ما کافیه که از قسمت فایل سیو از یک بار سیو بگیریم از فایلی که داریم انجام میدیم مثلا من روی دسکتاپ میزنم و اینجا سیو رو میزنم قبل از اینکه دکمه اوکی رو بزنم اینجا از من یه سوال میپرسه ورژن بسیار هم خیلی مهمیه خیلی رایتش نمی و به خاطر اینکه خروجی میگیرن به مشکل برمیخورن یه سوالی از مخاطبتون بپرسید که ورژن نسبیه مثلا کارشن احتمال داره که 2022 2020 باشه و با نسخه شما برابری کنه یا شاید از نسخه شما بالاتر باشه میاد چیکار میکنه شما باید یه نسخه مشترک انتخاب کنید مثلا میاد Illustrator سی سی رو انتخاب میکنید و کاری با تیک های اینجا ندارید و اوکی رو میزنید اینجا هم اوکی رو میزنید و وای میسید که سیو از کارتون بگیره بعد از اینکه این, این کار رو انجام دادیم بچه‌ها من اینجا یک فایلی آوردم که وسط آموزش به شما نشون دادم که یک خط آبی روشه که این نشون داده میشه که این یه جایی لینکه حالا یه آدرسی داره که از قسمت لینک اینجا توضیح داده که آدرسش کجاست درایو سی یوزر بالرکورد و اینجا دسکتاپ که من روش بزنم به من نشون داده که این پی اس همین چیزیه که اینجا باز شده و من اگر اینو پاک کنم توی نسخه قبلی حالا زمانی که لینک گفتم نمیخوام زیاد در مورد لینک صحبت کنم اما توی نسخه قبلی کلا این ضبط آبی واسه ما نگه داشت و این چیز به ما نشون نمیداد اما توی های نسخه 2021 و 2022 برای ما این ماهیت رو نشون میده اما نمیتونیم تغییرش بدیم اگر اون سورس که توی دستا بود پاک شده باشه میتونیم این رو ریپلیسش کنیم یا اینکه یعنی جابجاش کنیم سواپش کنیم با یه دونه فایل دیگه یا اینکه همون فایل اصلی رو مجددا بیاریم و بتونیم اینو مجددا ادیتش کنیم نگاه کنید اینجا الان نسخه ادیتین فتوشاپ باز شده اگر من اینو بزنم داخل نرم افزار باز میشه و اینجا میتونم هر تغییراتی که دوست داشتم رو انجام بدم البته اگر فایلم یعنی من همین فایلی که اینجا داشتم خروجی گرفتم فقط کیستیشو به شما نشون بدم کاری ندارم خاموشش میکنم چشمشو برای اینکه تمام این جزئیات ببینیم ما چیکار کنیم از قسمت فایل قسمت پکیج رو من انتخاب میکنم بچه ها میگه چون که من این چشم این خاموش داشتن که من یکم جا کردم میگه حتما سیوش کن بعد من بتونم به تو پکیج بدم الان سیو شد میگه لوکیشنی که میخوای سیوش کنی کجا من اینو میزنم میگم روی همون دسکتاپ برای من سیوش کن با این نامی که اینجا دادیم خب بعد میگه یه سری آپشن داره بچه ها که اینجا حالا اسمش رو برای ما گذاشته میگه اسمش چی بذارم که من همون لیبل برینگ پد میذارم یه سری آپشن داره در مورد کپی کردن لینک اون لینک پی امکان داره برای شما یه چیز خیلی واجبی باشه که پس کارتون باشه یا بک کارتون باشه میگه من اونا رو کپی کنم لینکش رو برات یه لینک اختصاصی توی پوشه اختصاصی درست کنم قابلیت ریلینک رو برات بذارم یا نه این خیلی چیز مهمه احتمال داره من اندازه همین سایزی که اون چیزی که داخل فتوشاپ بود احتمال داره من هم سایزمون بخوام یه تکسچر به کارم بدم میگم آره همه این تیکا رو میزنم که همین رو من بده میگه فونتایی که اینجا داری رو برات کپی کنم یا نه احتمال داره بعضی از فونتا رو شما مثلا لایسنسش رو خریده باشه دوست ندارید برای مخاطبه دیگه بره خب اینجا تیکش رو مثلا ورمی دارید. اما زمانی که میخواید تمام جزئیات رو به کارتون بدید حتما اینو بزنید اینم که کاری نداریم ما پکیج رو میزنیم اوکی رو میزنیم ثبت میکنیم که فایل رو به ما بده و بعد از اینکه پکیج بگیره میگه اوکی بزن دیگه این پیغام به من نشون داده یا پکیج رو به من نشون بده من پکیج رو باز میکنم اینجا دو تا پوشه برای ما درست کرده و یه فایل در اس نوت زمانی که اینو باز کنم یه جزئیات کاملی یه بریف کامل از کار به من داده که میگه داکیومنت شما شامل این مشخصاته که این اسمشه کالر مودش سی ام که نه ار کالر پروفایلش یو اس وب کدده که ورژن دو رول کلا اندازه‌گیریش یا نقش واحد اندازه‌گیریش رو میلی روی آرت بورد مثلا ارزش 220 میلی در 23 میلی و image اینکه کاری نداریم به اینا و اینکه میتونی تکست تو عوض کنی که گفته میتونی اثبات کالر داره یا نه اینکه که اینجا هیچی نگفته اعتمال داره مثلا من یک کد رنگ مثلا پنتوم استفاده کرده باشم اینجا جزئیاتش رو من میاره میگه فونتی میس شده یا نه میس شدن منظور اینه که بپره یا اینکه در نظر نگرفته باشه که اینجا زمانی که نان میزنه یعنی اوکیه اگر فون توی اعتمال داره که مثلا فون توی سیستم شما پاک شده باشه یا اینکه کسی که پکیج میگیره مثلا اون تیکی که بهتون گفتم من دوست ندارم فونت که لایسنس داره رو به کسی دیگه بدم اگر اون تیکو مثلا برداشته باشم خروج بگیرم و این داخلی سیستم دیگه ای باز بشه این پکیج اینجا براش مثلا مینوس اسم اون فونت رو مینوس که میس شده و توضیحات دیگه در مورد فونتاس که گفته مدلشون چیه و اینکه اسمشون چیه و در مورد فونتی که امبد شده توضیح داده که من اینجا هیچ فونتی رو امبد نکردم لینک هایی که میست شده برای مثال من اینجا به غیر از اون فایل تو که نشون دادم داخل نرم افزار فتوشاپ باز شد مثلا سه تا چیز دیگه ای دارم که اونا رو پاک میکنم توی خروجی در نظر نمیگیرم یا کلا سورسش از بین میبرم مثلا اینجا اسم و فایل رو میاره خب زمانی که میست بشه بعد اینجا در مورد لینکی که توی ایمیج هستش به من توضیح داده که کجای با چه اسمیه و اینکه تعداد پیکسلاش چقدر بیت ریتش چقدر و اینکه کالر پروفایلش ار سایزش اینقدر در اینقدر و 22 پی پی و تمام حتی دایمنشن ابعادش هم اینجا توضیح داده که بای پونتس چقدر رزولوشنش چقدر به پیکسل چقدر پیکسل پر اینچش همه اینا رو جز یا جز به جز برای من توضیح داده که یک بریف کامل از فایل هستش که ما میتونیم اگر مثلا یه شخص مبتدی برای ما اینو بفرسته و بخواد بگه که خب ایرادش چیه چرا رنگام مثلا یه فایلی برای وب میخواد بزنه یه رنگی بعد میگه نمیدونم رنگام اون آبی که تو دادی به کار اون آبی نیست که من میخوام مثلا فایلشو باز میکنه میگه خب بنده خدا تو مثلا فایل سی برای چاپه فایل تو بذار ار درست میشه و اینجا دو تا پوشه خیلی مهمه که یه دونش فونتایی هستش که توی کار استفاده کردیم اینجا کپی کرده برای ما که ما هم نصبش کنیم مثلا اینو در نظر میگیریم که فرد دیگه برای ما پکیج گرفته و لینکی که برای ما اضافه کرده که این واقعیت خیلی چیز فوق العاده مثلا این لینک پی اس داخلش کلی فایلیه که ما میتونیم اونو انجام بدیم مثلا اینجا کلی ادجاستمنت جور, با جور هستش کلی فایل های جور, جور اینجا هستش که داخل اون پی هستش و دقت کنید هر چقدر تعداد لایه هایی که استفاده میکنه چه داخل نرم افزار ایلستریتور چه داخل نرم افزار فتوشاپ هر چقدر بیشتر باشه مقدار این پکیجتون این فایلی که اینجا هستش عددش بیشتره مثلا این شده الان سمک چون که همه فایل من وکتور زیاد سنگین نیست ولی اگه بحث رستر رس، وسط بیاد رستر خواستم بگم بحث رستر افکت ها وسط بیاد افکت های مختلف وسط بیاد یک مقدار حجم فایلتون میره بالاتر امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید اگر کانال من داخل یوتیوب ندارید با سرچ کردن بالی اجنسی یا محمد جشنایی میتونید کانال من سابسکرایب کنید یا اینکه داخل اگر اینستاگرام این ویدیو رو میبینید حتما لایک کنید نظراتتون رو بنویسید تا ویدیو بعدی فعلا خدا دار